سلام، من حسام هستم و امروز قراره که چهارمین عضو از گوشی‌های ریلمی که برای اولین بار توی ایران وارد شده رو با هم جعبه‌گشایی بکنیم. ریلمی 7 معمولی بدون پسورد بهش بپردازیم، ببینیم که جایگاهش بشه. ترتیبی این گوشی توی اکتبر سال 2020 معرفی شده و میتونید اون رو با قیمت 6,900,000 تومان توی تاریخی من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، این اردیبهشت ماه سال 1400 خریداری بکنید. با دیزاین اون شروع میکنم. یه بدنه پلاستیکی داره، خیلی ساخت خوبی نداره. میزنید روش انگار که توش متخلخلی همچین حسی رو منتقل میکنه. بدنه خیلی جدی و محکمی نداره متاسفانه، اما زبان طراحیش دقیقاً مثل اون دو تا گوشی قبلی که معرفی کردم، 7 5G و 7 Pro، با یه خط جدا شده که توی زاویه‌های مختلف شکل مختلفی رو به خودش می‌گیره. نکته‌ای که وجود داره اینه که پورت‌ها به روال قبل، یعنی یه پورت تایپ سی جک هدفون و اسپیکر مونو، متاسفانه سمت چپ گوشی هم یه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا و همراه استاتیک برای مموری و سیم کارت ها در نظر گرفته شده. به صورت ددیکیتد میتونید یه مموری اضافه بکنید و دو تا سیم کارت هم میتونید استفاده بکنید. توش میرسم به صفحه نمایش. 6.5 اینچ اندازه اون، 405 پی پی آی تراکم پیکسلیش، 450 نیت روشنایی اون. بنابراین تو محیط های خارجی احتمالاً یه ذره مشکل خواهید داشت و خب باید بدونید که رزولوشنش فول اچ دی، جزو پنل خوب IPS و میتونید به راحتی اون اینفورمیشن، اطلاعاتی که روی صفحه وجود داره رو بخونید و استفاده بکنید. بعد دقت بکنید که دوربین سلفی به صورت پانچول گوشه بالا سمت چپ صفحه نمایش قرار گرفته و اصلا اذیت نمیکنه موقع کار کردن با گوشی. یه نکته خیلی مثبت راجع به این گوشی رفرش ریت اونه که خب 90 هرتزیه، باعث میشه که خیلی تجربه کاربری بهتری رو مخصوصا موقع اسکرول کردن توی منوها و اینا داشته باشید، که با یه همچین قیمتی به نظرم خیلی رقابتی. البته جدیدن A52 و A72 از سامسونگ هم توی همین رنج قیمتی، مثلا A52 عرضه شدن که خب اونام رفرش ریت 90 هرتزی دارن، خیلی داره رقابت داغ و جذاب میشه. توان پردازشی این گوشی هم خیلی قابل توجه، از چیپست مدیاتک هلیو G95 استفاده شده. بنابراین توی گیمینگ و کارهای روزمره که با این گوشی خواهید داشت، حتی اجرای نرم افزارهای نسبتا سنگین، هیچ مشکلی رو نخواهید داشت. خیلی خبر خوبی. البته میدونم که یه سری هستن که پردازنده های اسنپ دراگون رو ترجیح میدن، که خب بدتر بهش میپردازم که توی کدومی که از گوشی ریلمی میتونید اون پردازنده رو پیدا بکنید. با 8 یا 6 گیگرم میتونید اون رو خریداری بکنید و حافظه‌ای که برای اون در نظر گرفته شده 64 یا 128 گیگابایته. خب دوربینایی که ریلمی برای این گوشی در نظر گرفته یه سیستم 4-گانه است. یه دوربین اصلی اون 64 مگاپیکسل و 3 تا دوربین دیگه که یکی از اونها برای عکاسی ماکروه که به درد نمیخوره 2 مگاپیکسل، یکیش دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلیه و اون یکی دوربین برای تشخیص عمق، که خب سیستم 4-گانه دوربین این گوشی رو تشکیل میدن. عکاسی با دوربین اصلیش کیفیت نسبتاً قابل قبولی رو توی این لول ارائه میده. بنابراین البته بهتون بگم، اکثر گوشی‌هایی که توی این رنج قیمتی‌ان و یه همچین رزولوشنی رو دارن، سنسوراشون خیلی به هم شباهت زیادی دارن و عملکردشون خیلی مشابه هم دیگه است. این گوشی هم از این قاعده مستثنا نیست، هیچ چیز ویژه‌ای راجع به اون وجود نداره بجز یو آی خیلی دلچسب ریلمی، که قشنگ میتونید حالتهای مختلف عکاسی رو با اون تجربه بکنید. مثلا فیلترهای مختلفی که میتونید به صورت لایو روی عکس اعمال بکنید و نتایجش بعضا خیلی جذابه، کمک میکنه که اون روند و حس و حال عکاسیتون جالبتر و جذابتر باشه. خب به درد کیا میخوره این گوشی؟ اگر بخوام بین گوشی‌های ریلمی اونی که از همه بیشتر ارزش خرید داره رو بهتون معرفی بکنم، چون من خب تجربه کار کردن با هر 4 تا اینها رو دارم، میتونم یه راهنمایی خیلی سریع بهتون بدم که اگه قصد خرید یه گوشی از برند ریلمی دارید، کدومی که از اونها رو انتخاب کنید. مثلا همین گوشی ریلمی 7 یا یکی از این مدل‌های دیگه که خب به تازگی وارد ایران شده. گوشی ریلمی 6 پرو داریم که 7,200,000 تومان قیمتش، ریلمی 7 6,900,000 تومان، ریلمی 7 5G 7,400,000 تومان و ریلمی 7 پرو از همه گرونتره 7,900,000 تومان. به نظر من ارزش خرید گوشی ریلمی 7 پرو از همه بیشتر به خاطر صفحه نمایش سوپر امولد، به خاطر اسپیکر استریو و عملکرد کلی که داره، به خاطر وزن اون که 180 گرم در مقایسه با این ستا که وزنشون خیلی بیشتره، هر ستای اونها نزدیک 200 گرم وزنشونه، به خاطر ساخت خوبی که داره. و یه نکته خیلی مهم دیگه که راجع به این گوشی وجود داره اینه که روشنایی صفحه نمایش اون 640 نیته، بنابراین توی محیط خارجی به راحتی میتونید با اون کار بکنید. باتریش 4500 میلی آمپره، ولی در عوض یه اتفاق ویژه‌ای که راجع به این گوشی
گوشی وجود داره شارژر 60 واتی که همراه باش عرضه شده و خیلی سریع توی نیم ساعت میتونه گوشیتون رو شارژ بکنه که به نظر من خیلی فوق العاده است. یه نکته منفی راجع به وجود داره و رفرش ریت 60 هرتزی اونه که برای بعضی مهمه برای بعضی مهم نیست. من به شخصه ترجیح میدم که صفحه نمایش سوپر امولد داشته باشم با کیفیت بالا، ولی خب رفرش ریت 60 هرتزی خیلی اذیتم نمیکنه. باید در نظر بگیرید که چیپست این گوشی اسنپ دراگون 720G که خیلی چیپست خوبیه، توی گوشی ریلمی 6 پرو هم همین چیپست رو داریم، بنابراین این دوتا ممکنه برای بعضی مطلوب تر باشه. اونایی که خیلی دوست دارن حتما چیپست گوشیشون از برند اسنپ دراگون کوالکام اسنپ دراگون باشه، باید برن سمت 6 پرو و 7 پرو، ولی باید دقت بکنید که این گوشی یعنی 6 پرو صفحه نمایشش IPS LCDه ولی اونم 90 هرتزیه. میدونید یه انتخاب بین این که شما رفرش ریت براتون مهمه، صفحه نمایش براتون مهمه، باتری براتون مهمه. اگه باتری براتون مهمه قطعا باید یکی از این دوتا رو انتخاب بکنید، یعنی ریلمی 7 5G یا ریلمی 7 معمولی که هر دوتای اونها باتری 5000 میلی آمپر ساعتی دارن و برای کسایی که گیمینگ براشون اهمیت بیشتری داره باید این دوتا گوشی رو بذاریم کنار. این دوتا گوشی هر دوتاشون از چیپست میدیاتک استفاده میکنن که مخصوصا گوشی ریلمی 5G چیپست میدیاتک دیمنسیتی 800 یورو داره، خیلی عملکرد خوبی رو توی بنچمارک های مختلف مخصوصا انتوتو خیلی اسکور بالایی رو ثبت کرده، رتبه بعدی مربوط به گوشی ریلمی 7. اونایی که میخوان گیمینگ رو انجام بدن اگر بودجهشون میرسه 7 5G، اگه نه بودجهشون نمیرسه گوشی 7، و اونایی که براشون صفحه نمایش مهمتره، عملکرد کلی گوشی، ظاهر، ساخت، سبک بودن، سرعت شارژ بالا، خب اون موقع گوشی ریلمی 7 پرو، و اونایی که براشون عکاسی خیلی اهمیت ویژه‌ای داره پیشنهاد میکنم که گوشی ریلمی 6 پرو رو انتخاب بکنن که عملکرد کلی خیلی قابل قبولی داره، چیپست بسیار بروزی داره 720G که کامل گیمینگ رو باش انجام بدین و میتونه انتخاب خیلی ها باشه. یه ظاهر خیلی متفاوتی هم داره گوشی ریلمی 6 پرو. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. همونطور که بهتون گفتم اگه دوست داشتید که از برند ریلمی گوشی رو انتخاب بکنید قشنگ بهتون ذهنیت بده که کدومی که از اونها میتونه بیشتر به دردتون بخوره. حالا به نظر من ارزش خرید کدومی که از همه بیشتره؟ اول ریلمی 7 پرو، بعد ریلمی 6 پرو، بعد ریلمی 7 5G و در انتها ریلمی 7 که به نظر من ارزش خریدش خیلی پایینه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا می‌کنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، بهم بگید که بین این گوشی‌ها کدوم یکی بیشتر نظر شما رو جلب کرد. اگر دوست داشتید میتونید برید اون یکی ویدیوها رو هم ببینید و ذهنیت پیدا بکنید که عملکرد هر کدوم از اونها به چه ترتیبی. خیلی ممنونم که کامنت می‌ذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاقی روند ادامه دار باشه. مرسی.